بود. اتفاقات پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران و سرکوب اعتراض‌های مسالمت‌آمیز در شهرهای مختلف بار دیگر توجه ناظران بین‌المللی را به وضعیت حقوق بشر در ایران جلب کرده است. مرکز اسناد حقوق بشر ایران که در شهر نیو هیون در دانشگاه ییل مستقر است، بنیادی است مستقل که با کمک نهادهای دولتی و خصوصی به بررسی و گردآوری مستندات از موارد تخلف حقوق بشر در ایران می‌پردازد. هومن سیسان گفتگویی انجام داده با پیام اخوان از بنیانگذاران مرکز اسناد حقوق بشر ایران درباره پرونده حقوق بشر جمهوری اسلامی و راه‌های پیگیری موارد نقض حقوق بشر در مراجع بین‌المللی. دکتر اخوان وکیل بین‌الملل و استاد حقوق در دانشگاه مکیل کانادا است. او از سال 1994 تا 2000 مشاور حقوقی دفتر دادستانی دادگاه جنایی بین‌المللی یوگسلاوی سابق در لاهه بود. دکتر اخوان که در بوسنی و هرزگوین، کامبوج، گواتمالا، تیمور شرقی و رواندا نیز با سازمان ملل همکاری داشته، در ابتدای سخنان خود از اقدامات اخیر مرکز اسناد حقوق بشر ایران برای جمع‌آوری اسناد مربوط به سرکوب‌های اخیر در ایران میگوید. توجه کنید. ایران با حمایت دولت کانادا ما مشغول تهیه کردن یک گزارشی راجب نقض حقوق بشر در سرکوب تظاهرات شدیم و امیدواریم که در سال آینده در فوریه این گزارش رو به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارجاع بدیم. این اولین قدم برای آشکار ساختن هویت اون رهبرایی که بر اساس قانون بین الملل مسئول نقض حقوق بشر من جمله قتل و شکنجه شهروندان ایران هستند. از قتل و شکنجه صحبت کردید، چه کسایی در واقع مسئولن و چه کسایی باید به پای میز محاکمه کشیده بشن؟ همون جوری که در دادگاه یوگسلاوی در پرونده رئیس جمهور یوگسلاوی سلوبودان میلوسویچ دیدیم، اشخاصی که عملا مردم رو میکشن یا شکنجه میدن درسته که مسئول هستن، ولی رهبرایی که اجازه میدن که این جنایات صورت بگیره مسئولیتشون از همه بالاتر هستش. قدرت مسئولیت رو هم در پی داره. در قانون بین الملل اشخاصی که قدرت دارن نه تنها مسئول این هستن که دستور جنایت و نقض حقوق بشر رو ندن، ولی به علاوه مسئولیتشون اینه که از نقض حقوق بشر جلوگیری بکنن و اشخاصی که این جنایت کردن رو محاکمه بکنن، و اگر این اشخاص رو محاکمه نکنن خودشون به عنوان رهبر مسئولیت کیفری خواهند داشت. مثلا اشخاصی که به سپاه و بسیج دستور دادن و یا اجازه دادن که مردم رو در تظاهرات بکشن، یا اشخاصی که در زندان‌های ایران مردم رو به طور سیستماتیک قربانی شکنجه کردن و خوب می‌دونیم که خیلی هم به خاطر شکنجه حتی کشته شدن، این اشخاصی که مسئول این وزارت‌ها هستن و این نیروها هستن شخصا مسئول این هستن که از این نوع نقض حقوق بشر جلوگیری بکنن. شما مسائل مربوط به حقوق بشر در ایران و نقض حقوق بشر در ایران رو در چه کاتگوری، در چه مقوله ای قرار میدید؟ در قرارداد دادگاه بین الملل کیفری سه نوع جرم هستش. یک نوع جنایت جنگی هستش، یک نوع جنایت علی بشریت هست و یک نوع هم نسل کشی یا جنوساید هستش. جنایت جنگی در زمان جنگ رخ میده و در ایران در حال حاضر نقض حقوق بشر جنایت جنگی حساب نمیشه، برای اینکه هیچ جنگی در ایران نیست به اون صورت. همچنین نسل کشی یا جنوساید هم به اون صورت نیست، با وجودی که خیلی از اقلیت ها
مورد فشار هستند، من جمله جامعه بهایی، مردمان کرد. ولی به خاطر قتل و شکنجه گسترده و سیستماتیک اعمال دولت جنایت علیه بشریت محسوب میشه. شکنجه در زندانهای ایران متاسفانه استثنایی نیست، یک قاعده هستش و در اصل سیاست دولت شکنجه و قتل مردم هستش. و در این شرایط رهبرایی که مسئول این سیاست هستند بر اساس قانون بین الملل مسئولیت شخصی کیفری دارند. این گفتگو رو در برنامه فردا شب خبرها و نظرها به آگاهی شما میرسانیم.